خدا و سلام بر شما. بیننده برنامه سرنوشت به گونه زنده با من هادی سعیدی از نور هستید. آیا ادامه چالش هویت در شناسنامه ها هنوز هم پابرجاست و مانع اساسی بر سر راه این پروسه ملی می باشد؟ قانون ثبت احوال نفوس دو هفته پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس در حال تایید شد که 4 عضو هیئت مجلس نمایندگان در این کمیته شرکت نداشتند. بر اساس این تصمیم قومیت، ملت و دین در شناسنامه های الکترونیکی درج خواهند شد. برخی از نمایندگان با جمع آوری بیش از 50 امضا درخواست فوریت کردند تا موضوع قانون ثبت احوال نفوس را در آجندای دیروز چهارشنبه این مجلس شده و بحث بیشتر روی این قانون صورت گیرد. شماره از نمایندگان مجلس تایید قانون ثبت احوال نفوس را از سوی کمیته مختلط در مغایرت با قانون اساسی می دانند. اما شمار دیگر نمایندگان ادامه بحث روی این قانون را منتفی عنوان کردند. قرار بود چند روز دو روز پیش روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی از سوی رئیس جمهور آغاز شود، اما به دلایلی که اعلام نشد و این روند یک بار دیگر باز هم به تعویق انداخته شد. بیشتر در همین رابطه میپردازیم با حضور مهمانانم آقای سید نادرشاه بحر عضو مجلس نمایندگان، آقای علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین و آقای سید جمال خورشید فعال سیاسی. مهمان از بحث خوش آمدید. آقای بحر، چرا یک بار دیگر این پروسه ملی به تعویق انداخته شد و مانع ایجاد شد بر سر این پروسه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و تقدیم احترام به دو همکار محترم حاضر در بحث و تقدیم سلام به مردم و بیننده‌های محترم تلویزیون شما. بسیار روشن است که فلسفه ایجاد هر قانون منافع مردم و هرچی بیشتر تأمین منافع وحدت و هماهنگی بین مردم است. اگر چنانچه قانونی میتواند تشنج خلق بکنه و میتواند مسائل در بین مردم به صورت منفیش انعکاس پیدا بکنه و اختلاف ایجاد شود، او قانون نمیتونه مفیدیت خود داشته باشه. به ارتباط از این که چرا قانون ثبت احوال نفوس به تعویق افتاد، خب قانون ثبت احوال نفوس در دوران قبلی که این قانون آمده در شورای ملی تصویب شده و فیصله شده، رفتن فیصله مشران جرگه را گرفتن، توشیح شدن، در جریده رسمی ثبت شدن و نشر شدن. دیگه هیچ موجبی وجود نداشته که جناب رئیس جمهور یک فرمان تقنینی تعدیلی را دوباره ایجاد بکنند. به اساس خواست یک تعدادی که نمیفهمیم اونا چی خواستی را یا چی آرزویی را از این موضوع داشتن، دوباره یک فرمان تقنینی مبنی بر تعدیل قانون مصوب و توشیح شده آمدن به طرف ولسی جرگه. ولسی جرگه از این که چون قانون وجود داشت، قانون توشیح شده بود، این را با اکثریت قاطع آرا فرمان تقنینی را رد کردن و قانون مصوب قبلی را سر جایش ابقا نمودن. خب فرمان تقنینی معمولا بعد از ولسی جرگه میره به طرف مشران جرگه که مشیران جرگه متاسفانه این فرمان تقنینی را تایید کردند. اختلاف در بین دو اتاق وقتی که به وجود می آیند، معمولا از هر دو اتاق به اساس تعداد افراد مساوی کمیسیون مختلط ایجاد می شود. کمیسیون مختلط صحبت های خود می کنند، اگر چنانچه به توافق رسید چقدر خوب، و اگر به توافق نرسید دوباره قانون برمی گردد به ولسی جرگه تا با دو سوم کل آرا به تصویب برسند. خب که متاسفانه وقتی که کمیسیون مختلط ایجاد شدن، کمیسیون مختلط باید اعضایش متساوی و از نظر عدد باید خب هر دو اتاق عدد مساوی را از نماینده های خود داشته باشه یک، که البته در این فیصله خب تعداد 4 نفر از اعضای ولسی جرگه که باید از تصویب ولسی جرگه حمایت میکردن حضور نداشتن.
خب کسای دیگه ای که البته اونجا رفته بودن، اونا معمولا باید هر کسی که از طرف ولسی جرگه میرن باید از مصوبه ولسی جرگه خب حمایت کنن. فلسفه تعیین نماینده و تشکیل کمیسیون مختلط همی هست که متاسفانه و کسایی که بودن یه حمایت نکردن. خب مشران و جرگه، مشران و جرگه را شما هم در جریانش هستین، خب که اونا 50% از کسایی هستن که جناب رئیس جمهور اونا را تعیین کردن، غیر 50% هم شاید کسایی باشن که خب طرفدار از او باشن. یعنی این کمیسیون کاملا یک جانبه و برخلاف قانون اساسی آمدن عوض از این که بحث بکنن یا به صورتی که همه اعضا مساوی باشن به تصویب برسانن یا در صورت عدم تفاهم توافق پس بفرستن، این تصویب کردن و دیگه گفتن که ما فرمان رئیس جمهور را تایید میکنیم. تشکر آقای جمشیدی. دلیلی به تایید افتادنش که شما گفتین اینمی هست که فعلا این را خب مردم افغانستان قبول ندارن، میگن که روی از این تجدید نظر صورت بگیره، به می دلیل به تایید افتادن و باز هم به تعویق خواهد افتاد. تشکر آقای بر. آقای جمشیدی، چشمانداز شما از بنبست هویت در افغانستان چی است؟ چرا همواره چنین مانع بر سر پروسه های ملی و همچنان موضوعاتی در کشور ما و شما به وجود می آید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و جناب وکیل و همچنان دوست از ما که حاضر در بحث هستن و همچنان بینندگان محترم تلویزیون. هر قانونی که تصویب میشه و او بر مبنای ازی یا مثلا نمو اصل و بنیادش است که یک سهولتی برای مردم و شهروندان ایجاد بکنه، به وجود بیاره و همچنین یک چارچوکات منظمی را تنظیم بکنه که بر مبنای از او مردم افغانستان در روشنایی از او کار خود را به پیش ببره. تصویب قوانین هم همین مسئله هست. در واقع قانون ثبت احوال نفوس بسیار زمان دیر میشه که مطلع بحث است در پارلمان افغانستان. اولا امزو زمان اول که ای تنظیم شدن و پارلمان آمدن بحث زیاد در ولسی جرگه سرش صورت گرفت، در مشان و جرگه هم سرش بحث زیاد صورت گرفت، متاسفانه تانازه عملی نشده، در حالی که یک پروسه خیلی مهم و حیاتی است برای مردم افغانستان. چون تذکیره هست، تذکیره و نمو هویتی هر یک از شهروندان افغانستان را نشان میده، پس بناهن روی از این مسئله مردم خیلی بالای از این حساس است. با توجه به مشکلات تاریخی که مردم افغانستان در گذشته داشته و از اون ناحیه مظالم زیادی همسرش آمده، به او خاطر این بار نمایندگان مردم افغانستان، نهادهای مدنی همهشون کوشش کردند و همچنان حکومت وزارت داخله وقت افغانستان تلاش کردند که به حساب یک قانون ثبت احوال نفوس تنظیم شود که او خیلی مفید باشه، یعنی مفید واقع شود برای مردم افغانستان. وزارت امور داخله پیشین، حکومت پیشین افغانستان که آقای یارمن در او زمان معین مالی و اداری بود، اینا قانونی چند تا، این قانون ثبت احوال نفوس چند تا از کشورهای همسایه و جهان را اینا مطالعه کرده بودن، در واقع یک چیز را تنظیم کرده بودن که بسیار اصولی و خوب بود و نمایندگان مردم افغانستان اکثریتشان هم در ولسی جرگه و هم در مشان جرگه این را به مصلحت مردم، یعنی ما خودم در اون زمان در مشان جرگه بودم، یک از کسایی بودم که از طرح اصلی حکومت در ارتباط قانون ثبت احوال نفوس ما حمایت کردیم و همین در ولسی جرگه هم تصویب شد، در مشان جرگه هم تصویب شد، در کمیته مختلط هم ما بودیم این تصویب شد، از طرف ریاست جمهوری هم توشه شد اما اجرا نشد. حالا میایم سر از خب این نکته را در اینجا جمع میکنیم که این مسئله برای مردم افغانستان خیلی مهم است
برای تک تک شهروندان مردم افغانستان خیلی مهمه، چون مردم افغانستان مردم فعلی، مردم مثلا 30 سال پیش یا 40 سال پیش نیست. مردم حالی باسواد شده، مردم میفهمه، درک میکنه، مردم به هویت خود احترام داره، به هویت ملی خود احترام داره، به ملیت خود احترام داره و پایبند است. بنابراین هر مسئله ای که به ضرر از نه تمام بشه و در دراز مدت چه در کوتاه مدت او را نمیپذیره. بنابراین به همو خاطر هم ولسی جرگه و هم مشران جرگه با کمک و مشوره نهادهای مدنی، جامعه مدنی، اونمو طرح حکومت را به نفع مردم افغانستان دانستن، او را تصویب کردن که او باید از طرف رئیس جمهوری هم توشیح شد که باید عملی میشد، اما نشد. ما میخوایم حالا ایره بگیم که اصلا اقدام حکومت وحدت ملی مبنی بر فرمان دادن فرمان تقنینی به خاطر تعدیل از قانون، این در واقع نه مبنای قانونی داشت و نه لازم بود که در همچین شرایطی این کار میشد. به خاطر از حکومت وحدت ملی بسیار به سادگی و راحت بدون کدام جنجال میتونست که اونمو چیزی را که ولسی جرگه افغانستان یا در کل شورای ملی افغانستان با مشوره نهادهای مدنی افغانستان او را تصویب کردند، او را اجرایی میکردند. حداقل یک دفعه او را عملی میساختند تا یک مدت را پیش میرفتند. بعد از او اگر در جریان کار یک نواقصات پیش میاد، او زمان حکومت حق داشت که به حساب بر اساس این طرح تعدیل را، این بعض از ماده را بخواه تعدیل بکنه، پیشنهاد میکردند یا فرمان تقنینی میدادند. متاسفانه حکومت این کار را نکردند، در حالی که خود حکومت، حالا حکومت قبلی مثلا طرح پیشنهاد کردند، ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان شورای ملی را تصویب کردند و ای هم از طرف ریاست جمهوری توشیح شد. خب حالا آمده این حکومت او را قبول نمیکنه. این در واقع به این معناست که حکومت وحدت ملی خودش برای خود هم برای مردم افغانستان جنجال خلق کرده. ببینید هیچ گونه نهاد رسمی و قانونی خواستار تعدیلی از قانون نبود. ولسی جرگه افغانستان خود را تصویب کرده بود، مشران جرگه شورای ملی او را تصویب کرده بود، نهادهای فعال مدنی در کشور موافق بود، مشوره داده بودند، با کمیسیون های مرتبط کار کرده بودند. باور شما آقای جمشیدی همین بحران و جنجال ها توسط ارگ خلق شده و توسط حکومت افغانستان؟ ما خودم باورم همیست. همین جا اگر شما اجازه بدین من یک نکته دیگر خدمت شما عرض بکنم. اقدام ولسی جرگه شورای ملی که این طرح رد کرد و همون مصوبه قبلی را تایید کرد، این بسیار بجا و قانونی بود. بعد آمدن این در مشران جرگه چیزی که وکیل صاحبم اشاره کردن، خب اولا مشران جرگه متشکل از 3 کاتگوری است. 34 نفر از آدرس شوراهای ولایتی باید اونجا باشه، 34 نفر از آدرس شوراهای ولسوالی باشه، 34 نفر دیگه انتصابی باشه که 102 نفر. در حالی که فعلا مشران جرگه افغانستان 34 نفر از آدرس شوراهای ولسوالی نیست. در 2 دور قبل رئیس جمهور کرزی بر اساس فرمانی از همون شورای ولایتی این 34 نفر این خلا را پوره میکرد، اما حکومت وحدت ملی فعلا با 2 سلس این مشران جرگه به پیش برده میشه. در اینجا جای بحث است. ما میخواییم رو بگم که اینجا یک نهادی باید باشه که مشخص بکنه که آیا مشران جرگه شورای ملی این قانونی هست فعلا، کارایش بر اساس قانون، این نصابش یا مثلا امو تشکیلش درست است یا نیست. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اینجا مسئولیتش است که باید در اینجا شفافیت ایجاد بکنه، روشن میکنه. یا مثلا در دیگر کشور، در دیگر نظام سیاسی اگر باشه، اصلا قوه قضاییه باید این مسئله را مشخص بکنه. قوه قضاییه مشخص بکنه که آیا مشران جرگه افغانستان با نبودن یک کاتگوری، یعنی با نبودن نمایندگان شوراهای ولسوالی، قانونیت داره یا نداره. ای اصلا خودش جای بحث است. من میخوام اینو بگم که در پیش از اینه که ما مثلا رد ولسی جرگه را و تصویب مشران جرگه را مورد بحث قرار بدیم، پیش از این باید ما سر
اصلا کارکرد خود میشان جرگه یک بحث بکنیم که از نظر قانونی چی میشه و بعد از اون ما بیم سر از تصمیم. باز هم ما عرض ما ایست که اولسی جرگه یک بسیار اقدام نکردن، اما فیصله قبلی را که مصوبه هر دو مجلس بود و توشه ریاست جمهوری هم رسیده بود او را تصیب کرده بود. تشکر آقای جمشیدی. آقای خورشید، شماری از مردم و نمایندگان مجلس به این عقیده اند که اگر با همون قانونی که حالا تصویب کمیته مختلط تصویب کرده، اگر تذکیره الکترونیکی توزیع شود تذکیره نمیگیریم. چرا اینها تذکیره نمیگیرند؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و مجموع بینندگان برنامه و وکلای معزز شریک در بس. من میخوام بحث خیش را از اینجا آغاز بکنیم که اصلا خودی واژه و اصطلاح و کلمه هویت چیست. حتی اندیشمندان غربی تا اندیشمندان شرقی و اگر توجیه دینی هم شود بیشتر میگن اما ابزار و وسیله معرفت و وسیله جدا ساختن یک قوم بر یک بر قوم دیگر، یک ملت بر ملت دیگر است. این بیشتر از یک ابزار و وسیله تفاوت قائل شدن بین اقوام جداگانه‌ای که در یک جغرافیای محدود زندگی میکنن بیش نیست. به این معنی که هویت هر کس پس گرفته که حالا ابزاری است که مرا با اون دوستم تفاوت داشته باشه، اون قوم با این قوم دیگه باید تفاوت داشته باید قائل شود. این ای یک مسئله، اگر از دید فلسفیش هم ببینیم تو یک مسئله است، از دید اسلامیش هم ببینیم تو یک مسئله است. فقط تمامی منطق دانان و فلسفه دانان شرقی و غربی امروز دیدگاهشون نسبت به تعریف واژه و اصطلاح مشخص هویت همین مسئله است. و بعدش هم اگر از دید تاریخی نگاهی داشته باشیم، بیشتر طبقه حکومت کننده در داخل افغانستان خواستشان، باورشان و اندیششان بر این است که جغرافیا به نام افغانستان نام داره، تمامی شهروندان افغانستان ملت واحدشان افغان است و باید در تذکره الکترونیکی هم باید افغان نوشته شود، که در حالی که ریشه تاریخی این مباحث اگر پیگیری شود واژه افغان از قرن 10، 11 و 12 به این طرف شکل گرفت و حتی در اطراف و اکناف کوههای سلیمان در بعد از امپراتوری سلطان محمود غزنوی که به هند دو طرف ها میرفت، اینا یک قوم بیش نبودن که در اطراف کوه سلیمان زندگی میکردن و مشخصا اسم و واژه افغان یعنی صفت و نام واحد یک قوم خاص داخل افغانستان است. حالا که سرزمینمان و خاکمان کشورمان افغانستان نام داره، من شهروند افغانی من میخوام بگم که افغانستانی هستیم نه یک افغانی واحد. بعدش هم از دید حقوقیش و حکمیش هم وکیل صاحب خیلی اشارات و توضیحات خوبی داشتن که بود حقوقیش را بیان کردن و فلسفه شکل گیری فرمان تقنین رئیس جمهور را بسیار اشارات خوبی داشتن. حالا امروز شهروندان افغانستان در تمامی نقاط افغانستان داشتن بد این است که فرمان معقول و قابل قبول مردم افغانستان اون فرمان تقنین رئیس جمهور که تصویب شده اولی هر دو مجلس است، باید بر مبنای همون فرمان قبلی باید تشکیل الکترونیکی توزیع شود. چرا دوباره رئیس جمهور قانون را تعدیل کرد و جنجال خلق برپا کرد؟ خب مشخصا قضیه روشن است. رئیس جمهور و همو اطرافیانش و همو طبقه حکومت کننده بیشتر امتیازگیری خود می داشته باشند، نفع خود دنبال میکنند. یک فاجعه و بحران کلان دیگری ای است که تنها بحث قوم تاجیک مطرح نیست، حتی قوم هزاره و ازبک و بلوچ و ترکمن تمامی اقلیت‌های قومی در داخل افغانستان در تذکره فعلی که رئیس جمهور فرمانشان فرمان تعدیل کرده و فیصله هر دو مجلس ای آدم تغییرات آورده، یک قوم تاجیک به 17 گروه تقسیم شده است، به 17 شاخه. در حالی که اگر در تشکیل الکترونیکی هویت مشخص شود که ملت تاجیک تاجیک است، هزاره هزاره است، ازبک ازبک است، پشتون پشتون است، من میخوام عرض بکنم که رئیس جمهور و تیمی همراهانش یگانه دیدگاه با همون نگاه و تفکر توتالیتری و استبدادی شان میخوان یک بار دیگر اینمی گذشته های قومی در داخل افغانستان دنبال بکنن. و قبلا هم شما اشاره کردین که یک آماری کلان مردم افغانستان امروز نمیخوان تذکیره بگیرن. خب طبیعتا وقتی که ما کسی در داخل افغانستان به عنوان شهروند نشناسیم، ما هویت کسی در داخل افغانستان ارج قائل نشویم، ما تفاوت های قومی در داخل افغانستان منحیث یک ارزش ملی و منحیث یک ارزش اجتماعی بین خودمان رایج ندیم، ما تمامی بافته ها و تعاملات اجتماعی را از گوشه و کنار بدخشان تا گوشه و کنار غرب و شرق و مشرق افغانستان ما در واقع بینمان رابطه ایجاد نشود و شهروندان افغانستان در اصل آزادی شهروندی، در اصل مطالبات کلان مدنی و حقوقی و سیاسی و سیاسی اجتماعیشان ما برای از اینا عرض قائل نشین، طبیعتا این مردم ادعای حق میکنن، این مردم ادعای حیثیت میکنن، ادعای نوامیس میکنن. به این معنی است که تذکره الکترونیکی با همون کمیسیون مختلطی که ایجاد شده، شما هم در سخن اولتون اشاره کردین که در کمیسیون مختلط که ترکیب یافته از مشتران جرگه و لوسی جرگه هست، 4 نفر از اعضای مختلط وجود نداره. خب بس سوال شما از ما 4 نفر هیئت محترم که حداقل دلیلی که تو حضور نیافتی در کمیته مختلط چی است
و بر مبنای کدام خواست نرفته و حداقل او کمیته مختلط که ترتیب شدن اولا توضیح بودن که خود قوانین تعریف داشته باشند، بعدش هم یک تعریف روشن نسبت به هویت، اقوام، اقلیت‌های قومی افغانستان داشته باشند و بعدش هم یک نگاهی کلان نسبت به روان روزمره مردم افغانستان داشته باشند که این شهروندان عزیز ما در داخل افغانستان دنبال کدام مطالبات است، تعریف روشنی طبقه روشنفکر در داخل افغانستان و طبقه حکومت کننده از هویت چی است، این یک مباحث باید مطرح شود، قضایا روشن شود، باید زبان فنی باید بیان شود. من میخوام باز هم خدمتتون عرض بکنم که سرنوشت سیاسی و حیات اجتماعی مردم افغانستان را به مسخره نگیرم، حیات سیاسی مردم افغانستان باید متفاوتر از روزهای قبلی باشد. با این فرمان اخیر رئیس جمهور و با توزیع تذکره الکترونیکی که هویت تمامی مردم افغانستان باید افغان افغان بشود و افغان انتخاب شود، ممکن یک جمع انتخاب بکنند، ولی من شهروند افغانی و کسی که 4 سبه حداقل در حوزه زبان، در حوزه سیر تاریخی زبان مطالعات و تحقیقاتی داشتم، حداقل امروز افتخار دانشجوی علوم سیاسی را دارم، باور و برداشت ما از فضای سیاسی و از حاکمیت سیاسی حکومت وحدت ملی هست این است که جس تفاوت قائل شدن یک قوم نسبت به قوم دیگر است و برتری دادن یک قوم نسبت به قوم دیگر است و این مباحث باعث شده است که امروز سرنوشت سیاسی مردم افغانستان در یک چهارراهی و گمراهی قرار بگیره و هر کس بر مبنای نمو خواسته ها و مطالبات زیونی فکریشان امنیت و خیر خودش دنبال بکنه. آقای بر، مشخصا شماره از وکلا دیروز در نشست از مداخله ارگ در هیئت اداری ولسی جرگه شکایت داشتند و صدایشان را بلند کردند و همین هیئت مختلط چرا در عدم موجودیت همین 4 عضوی که شامل همین کمیته مختلط دو مجلس بودند تصمیم گرفت و این قانون را تصویب کرد و پذیرفت؟ البته ای که ارگ چرا با داشتن یک قانون مصوب توشیح شده فرمان تقنینی میدین باید از خود ارگ سوال شوند و این قضاوت می سپاریم به مردم افغانستان که مردم افغانستان در ارتباط مسلمه که دیدگاه های خاص خود دارن و الا اگر واقعا ارگ طرفدار با توجه به وضعیت که فعلا در افغانستان وجود داره، با توجه به شکنندگی هایی که در عرصه های مختلف ما پیش روی خود داریم، اگر به مسائل اصلی افغانستان بپردازه چرا این فرمان تقنینی را خب صادر بکنه و چرا تعدیل بکنه یک قانون که هیچ مجیبه برای از اینکه فرمان تقنینی و تعدیل قانونی مصوب داشته باشه هیچ مجیبه وجود ندارد. به ارتباط از اینکه چرا این کمیسیون مختلط بدون از اینکه 4 نفر از اعضای ولسی جرگه و نماینده های این اتاق اونجی حضور داشته باشه ای را به تصویب رسانده، این هم سوال است که مثل سوال قبل شما دیسهای شاید فشارهای وجود داشته از جاهایی که اینا بدون حضور از اونای جلسه را دایر کردن، در حالی که در خیلی از مسائل اکثریت آرا اعتبار داره، ولی در مسائل کمیسیون مختلط که یک قانون در بین دو اتاق باید بحث شود و کمیسیون مختلط در اینجا بحث های خود داشته باشه این به اتفاق آرا است. حتی اگر یک نفر هم از اعضای کمیسیون مختلط مخالف یک چیزی باشن خب او تصویب شده به شمار نمیاد، در حالی که این 4 نفر هیچ حضور نداشتن. ما قبول داریم که اعضای غایب ولسی جرگه در کمیسیون مختلط خودش یک غفلت است، غفلت کردن، اینا هم غفلت کردن، ولی غفلت از اینا باعث از این شده نمیتونه که این موضوع با توجه به اهمیت که داره، با توجه به این که فعلا مردم افغانستان همگیش متوجه از این و متمرکز روی از این موضوع هست، این را خب کم اهمیت جلوه بدن، بگن که 4 نفر که نبود هیچ پروا نداره، ما میتونیم با باقی اعضا خب به جلسه را دایر بکنیم به این موضوع بپردازیم. روی از این اگر واقعا این کمیسیون مختلط تحت فشار نمی باشه و نمی بوده و اگر واقعا اینا مسئولیت خود در قبال تاریخ مردم افغانستان باید ادا میکرده، از حزم احتیاطی بیش از حد باید اینا کار می گرفته و تلاش می کرده تا حتی یک نفر اگر از اعضا نمی بود
خب این کمیسیون دایر نمیکرد و اگر دایر هم میکرد به یک فیصله نمیرسید. از اینکه کسی در افغانستان فکر میکنم در قبال مردم و در قبال خیلی از مسائل احساس مسئولیت نمیکنه، خب توسط خیلی از زورمندان مداخلات که صورت میگیره، یعنی بدون دقت، بدون ارزیابی درست، بدون درک اهمیت یک موضوع دیست به یک کار میزنه، در حالی که فعلا مبدل شده به یک جنجال. آقای بر، شماری از وکلا همین بحث قانونی و روند قانونی آغازی توزیع شناسنامه های برقی را تمام میدانند و میگن منتفی است به خاطر از این که شامل آجندای مجلس شود. حالا واقعیت چنین است؟ مسلم است که در هر اتاق، چی در مشران جرگه، چی در اولسی جرگه و خصوصا در اولسی جرگه، یکی بگیم در تمام مسائل و خصوصا در موضوع خاصی که فعلا مورد بحثی با هست، اتفاق نظر وجود داره که نداره. در وقتی که این موضوع را اولسی جرگه بحث میکرد، در آجنده گرفته بود به عنوان یک موضوع، فرمان تقنینی رئیس جمهور در امور روز هم در لابلای بحثایی که صورت میگرفت، خب اختلاف نظر وجود داشت. کسایی بودن که میگفتن باید فرمان تقنینی را ما تایید بکنیم، خب ولی اکثریت آرا قانونی که میگه، طرز العمل، اصول وظایف داخلی، قانون اساسی، قوانین نافذه کشور، میگه که اکثریت آرا اونجا اعتبار داره. وقتی که او با اکثریت آرا فیصله شد، برای همه اعضای اولسی جرگه لازم است که اون زمان مصوبه که با اکثریت آرا به تصویب رسیده حمایت بکنن. ای که یک عده باز هم بالا یک قانون تأچی موضوع تصویب شده، باز هم خب گب میزنن و میگن که خب این باید در بحث گرفته نشوند. این جای سوال خود داره و الا تمام اعضای اولسی جرگه باید با مصوبه خوب پایبند می بود و کسانی که در او کمیسیون مختلط حضور داشت، اونا هم از مصوبه اولسی جرگه باید حمایت میکرد، که متاسفانه این کار صورت نگرفته و این کار قانونی هم نیست. تشکر آنوار. آقای جمشیدی، حالا حکومت قرار گذاشته بود که دو روز پیش روند توزیع همین شناسنامه های الکترونیکی را آغاز کند، اما شما آگاه هستین که این قرار ریاست جمهوری بر جا نماند و بلکه تنش ها زیادتر شد روی این موضوع. حالا دورنمای شما از این وضعیت چیست؟ خب قرار بود اما قسم شما اشاره کردن که در این هفته توزیع تذکره الکترونیکی شروع شد، اما تا نشد. من فکر میکنم که بهتر خواهد بود که حکومت بیشتر سر از این مسئله بحث بکنه تا به یک نتیجه مثبت تر برسیم. به نظرم که حکومت افغانستان یا ارگ ریاست جمهوری همون قسمی که به سادگی فیصله اولوس جرگه و مشران جرگه و توشه خود ریاست جمهوری را شکستان، یک فرمان تقنینی صادر کرد در پالی از او با مثلا پیشنهاد یک تعداد بسیار اندک مردمی که خیلی دیدگاه های قید و تنگ داره، به نظرم که حالا ایجاب میکنه که در ارتباط از این مسئله هم عمیق‌تر فکر بکنه. و برداشت شخصی خودم است که اگر حکومت بخواهد که خود را از جنجال، از یک جنجال بسیار کلان برهانه، باید همون مصوبه قبلی شورای ملی افغانستان و توشه ریاست جمهوری را محترم بشماره و همون چیزی را که قبلا تصویب شده بود و به عنوان قانون در جریده رسمی که وزارت عدلیه هم چاپ شده بود، اون امور را عملی بسازد. در غیر از او من فکر میکنم که شاید به سادگی نتونه که از این جنجالا خلاص بشه و اگر احیانا ریاست جمهوری مثلا یک اقدامی بکنه و اعتراضات مردم را در نظر نگیره و این چیزی که آلی به دست آمده ای را مثلا عملی بسازه، من فکر میکنم که این راه به جایی نمیرسه و امکان داره که به حساب تا یک حد درم پیش بریم بازم حکومت مجبور شود که یک تصمیم دیگه بگیره. شماره از همین کسانی که مهر تایید میگذارن، جمع وکلا و مردم افغانستان، شما برخی مردم افغانستان که مراحل قانونی همین توزیع شناسنامه های الکترونیکی طی شده است،
حالا اگر به این اشاره کنین که استنادی که اینا میکنن به ماده 4 قانون اساسی که هر فردی که در افغانستان زندگی میکند هویت ملیش افغان است، آیا واقعیت مسئله را اگر از زبان شما بشنویم واقعیت مسئله چیست؟ ببینید ما اولا بحث خود قانون اساسی، قانون اساسی خب در یک شرایط شکل گرفت که به حساب خب زیر نظر مستقیمی دوستای بیرونی و همچنین ما پس از 30 سال جنگ و کشمکش و تباهی و دربدری نشسته اونجا قانون اساسی رو ما تنظیم کردیم. قانون اساسی نواقصات بسیار زیادی داره، ما قانون از اول تا آخر خود نواقصات بسیار زیادی داره، کم و کاسته های خیلی زیاد داره که باید در مرور زمان اینا اصلاح شده و تعدیلات در ارتباط بیایه. حالا همین جمله کلمه افغان که قرار است در روی تذکره الکترونیکی بیایه، ما دو زمان که در شورای ملی ما بحث میکنه همون زمان هم بسیار بحث های جدی صورت گرفتن. اصل عرض ما ایست که آقا صاحبم برازو اشاره کردن که ما حالا همین جغرافی های به نام افغانستان تحت هر شرایطی که بوده به نام افغانستان به نام یک قوم نامگذاری شده، ما در این اعتراض نداریم، ما امیر قبول داریم، هویت جغرافیایی خود را قبول داریم. یعنی می خواهیم بگیم که ما اهل افغانستان هستیم، ما افغانستانی هستیم. اما تأکید دوباره مثلا در ببینید شما در اینجا در ظاهر همین کارت تذکره همین کارت هویت در ظاهر از اینجا در بالا نوشته است که جمهوری اسلامی افغانستان. ببینید منطق را اگر ما و شما یک مقدار منطقی بحث بکنیم این چیزایی که دوستا آورده اینا خیلی منطقی نیست. میگم مثلا دین اسلام و حساب ملت افغان، در حالی که در اونجا بالا نوشته که جمهوری اسلامی افغانستان انمی هم هویت افغانستانی ما را افاده میکنه و هم موضوع دینی ما را حل میکنه. جمهوری اسلامی افغانستان پس چی معنا داره که ما در پایین از او در ظاهر از کارت بیاریم که دین اسلام و مثلا ملت افغان، در حالی که در دیتابیس همه چیز آمده، در دیتابیس از کارت هویت قد آمده، اندام آمده، رنگ و ملیت و زبان و همه چیز آمده. اما یک ما اصرار میکنیم که علاوه بر جمهوری اسلامی افغانستان ملت افغان، این خودش سوال برانگیز است. پس اینجاست که ما قانون جور میکنیم، ما وقتی که یک قانون را جور میکنیم که قانون باید در درازنای تاریخ مشکلگوش های مردم افغانستان باشه، نه اینکه ما خدای نخواسته جنجال بکنیم. ببینید ما یک نکته را اضافه بکنم، دوستایی که در قسمت همین موضوع اشاره میکنه که بیشتر مربوط به برادرای پشتون ما میشه، ما از اونم تقاضا میکنم که برادرای عزیز ما هویت ما و نمو هویت افغانستانی هست، اما لطفا شما یک چیزی دیگر را تکراراً سر دیگران تحمل نکنید. این یک نوع ظلم است، این یک نوع بی‌عدالتی است، این نه به شما میآید و نه به بقیه مردم افغانستان میآید. بنابراین از نظر ما اونمو جمهوری اسلامی افغانستان که در ظاهر کارت نوشته میشه دیگه همه چیز را حل میکنه، کافی است، هیچ ضروری نیست که دوباره تاکید شه که ملت افغان. تشکر آقای جمشیدی. خوی خورشید اگر به این موضوع اشاره کنید که شما را بر این باورند که اگر کسی که درجه کلمه افغان را در شناسنامه‌اش به عنوان هویت ملی‌اش کسی که در افغانستان زندگی می‌کند قبول ندارد، در واقع قانون اساسی افغانستان را قبول ندارد و قبول نداشتن و زیر پا گذاشتن قانون اساسی جرم است و زمین ها. باور شما در رابطه به این موضوع چیست؟ خب اما دوستایی که داشتم بعد این است که قانون اساسی وثیقه ملی است، نماد ملی است، نمی‌فهم ارزش ما را به تمثیل می‌گیره، از خود امنا سوال شود که تنها یک ماده قانون اساسی ماده 4 این ای مسئله بیان کرده است. در 162 ماده و 12 فصل قانون اساسی حداقل موارد و مباحث زیادی است که چون حداقل خیلی هم دوستا رعایت نمیکنم. بحث هویت مطرح است، گذشته از بحث زبان مطرح است که زبان رسمی افغانستان را گفتن زبان دری، زبان فارسی و زبان پشتون است، ولی امروز در تمامی دانشگاه افغانستان یک تاجیک یا یک هزاره یک هزبک که اسم دانشگاه را به کار ببره طبقه روشنفکر و باسواد همون دوستان میگن نفهم شما ایرانی هستین، شما تاجیکستانی هستین. این تو یک مسائل در اعمال صلاحیت قانونی و حکمی و حقوقی رئیس جمهور
شما قانون اساسی بیشتر از 25 تا 26 ماده به صراحت بیان کرده است و صراحتا صلاحیت رئیس جمهور را بیان کرده. به این معنی نیست که رئیس جمهور که فرد اول و زعیم ملی وقت بود، آنچه که در افغانستان خواست برای گرده مردم سوار شود، آنچه که به نفع قوم خودش، به نفع تبار خودش، به نفع اندیشه و جبهه و مو اتاق خودش بود، بالای مردم افغانستان تحمیل بسازد. من میخوام خدمتتون عرض بکنم که بحث هویت و بحث کلمه افغان و بحث واژه افغان در داخل افغانستان مشخص است. به این معنی که تمامی شهروندان افغانستان، خصوصا طبقه حکومت کننده و نسل باسواد و نسل روشنفکر و دانشجوی افغانستان، میدانند که سیر تاریخی واژه افغان از کدام تاریخ است، هویت اصلی ملت‌های مختلف در داخل افغانستان کدام اقوام است و اینکه ما چرا نمی‌پذیریم، دیگران را به رسمیت نمی‌شناسیم، دیگران را ما حتی از مجلس نمایندگان که وکیل صاحب همکاراشون میشه یا دوست یا وکیل صاحب دیگه، اونها صراحتا بیان میکنن که نمی‌فهم با کسایی که مخالف واژه افغان هستن باید رفتار دایشگونه شود، کسایی که واژه افغان نمی‌پذیرن باید به مرزهای تاجیکستان و ایران باید تبعید شوند یا آواره شوند، یا کسایی که دیگر مخالف ارزشات کلان مردم افغانستان هستند و واژه افغان قبول ندارند، اجنبی و بیگانه بیش نیستند. در حالی که شما اگر تاریخ زبان، تاریخ شکلگیری سرزمین سیاسی و جغرافی سیاسی به نام افغانستان را مطالعه داشته باشید، دقیقا قضیه روشن میشه و به قول وکیل صاحب که ما اصلا اینمی چیزی به نام منطق تحمل و منطق پذیرش و منطق گذشت نسبت به تمام اقلیت‌های قومی داخل افغانستان از بین رفتن. به این معنی است که همون تفکری توتالیتری، همون مقوله نمیخواهم کسی را در ساختار و بدن حکومت، امروز به عنوان یک معضل و به عنوان یک بحران کلان اجتماعی در فضای سیاسی حکومت وحدت ملی شکل گرفتن. و باز هم تکرارن به این سخن پایبند هستم که اگر ما میخواهیم سلامت، خیر و فلاح مردم افغانستان در نظر بگیریم، اگر ما میخواهیم که جغرافی سیاسی افغانستان یک جغرافی متمدن، مرفع و باثبات داشته باشیم، اگر ما میخواهیم صادقانه و متحدانه و هدفمندانه در برابر شبکه های افراطی داخل افغانستان قد علم بکنیم و از افغانستان یک کشور متفاوتر از تمام کشورهای عقب مانده جهان سوم ما امروز داشته باشیم، ما ضرورت داریم که اقلیت های قومی به رسمیت شناخته شوند، توزیع قدرت به شکل عادلانه تقسیم شود، تمام اقوام افغانستان زیر نظر کلمه وحدت، همپذیری، هماندیشی و همدلی فرا خوانده شود و دیگه یک قوم نسبت به قوم دیگر جهت داشته باشد. و حالا ما تاریخ بکشیم که نمی‌فهم که قوم پشتون از تاجیک برتر است، تاجیک از هزاره برتر است، هزاره از ازبک برتر است، پس این نمی‌گذسته های اجتماعی و قومی باعث میشه که فضای سیاسی افغانستان روز به روز به حالت وخیم میبره و هر روز سازمان های استخباراتی و در واقع نمو بازیگران صحنه بین الملل از افغانستان به عنوان یک مسابقه، به عنوان یک ترمینال جنگی و به عنوان دکان تجارت در امر تامین و تحقق برنامه‌های شوم خودشان اینو استفاده بهینه و استفاده شوم خود داشته باشند. تشکر آقای خورشید. آقای بر، حالا روز چهارشنبه مجلس بسیار پرتنش بود و شماره از نمایندگان خواستار این بودند که شامل آجندا شود همین موضوع، چرا نشد؟ چرا هیئت اداری نپذیرفت که این موضوع را شامل آجندای مجلس کند؟ همونطوری که شنیدید وضعیت در مجلس مرقمی بود، منتها تعداد زیادی از اعضای اولسی جرگه پیشنهاد از ایراد داده که باید یک بار دیگه ای در آجندای مجلس نمایندگان بیان و بحث بیشتر صورت بگیره. اما رای حل در ارتباط چی هست؟ یعنی فعلا از این یک ساخته شده یک جنجال بسیار کلان، فکر میکنیم دقیقاً جنبندی تونا فکر میکنیم که کسی از سر موضع و نظر خود بسیار با آسانی نخواهد گذشت. بناهن باید حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور، رئیس اجرایه و کلی دولت افغانستان کوشش کنه که موضوع جمع شوند. بیشتر از این ما معطل نمانیم. توزیع تذکره الکترونیکی یک ضرورت مبرم برای مردم افغانستان است و باید جلوی وضعیت گرفته نشود. یک راه حل امیست که اونمو قانون قبلی توشیح شده را حکومت وحدت ملی جناب رئیس جمهور خب در منشأ اثر و عمل قرار بدهند، از امو استفاده شوند و توزیع تذکره الکترونیکی شروع شوند. اگر یک وقتی در این ارتباط میگن که نه ما ایر فرستادیم فعلا در شورا و بحث و جنجال هرچی هست در شورا هست، به اون صورت مطابق قانون اساسی و مطابق اصول وظایف داخلی و طرز العمل های داخل شورای ملی باید دوباره اید آجندای اولسی جرگه گرفته شوند و باید دوباره کمیسیون مختلط ایجاد شوند. کمیسیون مختلط هر دو اتاق
در بین خود بحث کنن تا به یک نتیجه مطلوب برسند. اگر این هم ممکن نباشد، ارجاع از این به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی یا به استر محکمه تا از این جنجال خلاص شویم. مردم افغانستان جنجالی کمی ندارد. خب هیچ لازم نیست که یک جنجال دیگه سر از این موضوع خیلی به بالا کشانده شود. ما طرفدار نظامی سه راه حل به تدریج هستیم. یکی حکومت تن خواهد داد به این راه حل هایی که شما پیشنهاد کردین آقای بحر؟ چطور فرمودین؟ یعنی حکومت باید چی برنامه پیش بگیرد؟ کدام گزینه بیشتر مؤثر است تا نقطه پایان برای این جنجال ها و بحران ها باشد؟ بهترین چیزی که نقطه پایان میگذاره که جنجال بخوابه، حکومت به قانونی تصویب شده قبلی عمل کند. خب اگر ای برای حکومت خیلی سنگین است، خب دیگه دستاندازی را در داخل شورا کم کنن، شورای ملی خصوصا ولسی جرگه دوباره ای در آجندا بگیرن و روش بحث صورت بگیرن. تشکر آقای بحر. آقای جمشیدی، اگر با این سوال جمع‌بندی کنید که وجود اختلافات در مجلس نمایندگان و همچنان وجود اختلافات دیگری که در سطح کشور به وجود آمده، چقدر میتواند شکنده باشد برای این نظام و این حکومت وحدت ملی که تا به حال سر پای خود استاد نشده و چقدر بر نقص جامعه ما و شماست و جامعه ما و شما را صدمه میزند؟ با توجه به مشکلات عدیده که مردم و دولت افغانستان با او دست به گریبان هستند، هیچ لازم نیست که در ارتباط تذکره الکترونیکی یا قانون ثبت احوال نفوس به اینجا اینمی جنجالا خلق شود. ما به نظر خودم هیچ راه های حل دیگه ممکن نیست. فقط تنها راه حلی که میتونه حکومت را هم یک مقدار از گزند اعتراضات اینا به دور نگاه بکنه و بتونه خوبتر کار خوب به پیش ببره، اونمو مسئله تصویب شورای ملی قبلی هست که خود ریاست جمهوری هم توشه کرده اونمو را عملی بکنه و گویا هم اگر لازم شد خب رئیس جمهور فرمانی که داده او فرمان خوره تا یک حد را به حساب یا اصلاح بکنه یا پس بگیره، اینا به خاطر مصالح مردم افغانستان. این یک نکته. نکته دیگه است که خطاب ما به همه روشن فکرانی برادران پشتون ما در افغانستان هستند ایست که برادرای عزیز، تا وکه ایر شما میفهمین، شما میفهمین که تأکید دوباره کلمه افغان خودش سوال برانگیز است. یک نوع تحمیل، یک نوع ظلم، یک نوع بی‌عدالت است سر ملیت های دیگه. بیاین به خاطر خدا، به خاطر ملت، به خاطر عزیز وطن که دچار مشکلات زیاد هستند، از این کارا ما دست بکشیم. دیگه ملیت هایی که در افغانستان ساکن هستند همین مسئله را، یعنی یک امتیازی که برای شما داده از قبل همینطور شده که همین نام، یعنی نام، یعنی جغرافیا را به نام هم قوم شما امیر سر خود قبول کرده، لطفا دیگه یک موضوع دیگر را سر از مردم تحمیل نسازین، چون اگر پافشاری بکنید دیگر این مردم سابق نیست که هر چی را که شما بکنین قبول بکنه. پس در اون صورت کشور به بحران میره، کشور دچار جنجال بیشتر میشه. پس در اون صورت خدای نخواسته بحث تجزیه افغانستان مطرح میشه، جدی میشه و این خطرات بسیار جدی را میتونه که در پی داشته باشه. این دو نکته. سوم، خطاب برای جمهور افغانستان. من میخوام میره بگم که جناب رئیس جمهور افغانستان، جناب آقای محمد اشرف غنی، شما در مبارزات انتخاباتی تان در ولایت های مختلف افغانستان بار بار صدا بلند کردین، گپ زدید، با جدیت گلو پاره کردین که هیچ یک از شهروندان افغانستان نسبت به دیگری برتری و امتیاز ندارد. حالا چرا می سر از این نکته پافشاری میکنی؟ در حالی که خودت به عنوان یک روشن فکر غرب ششته میفهمی که تأکید دوباره کلمه افغانستان خودش یک نوع ظلم و بی‌عدالتی و یک نکته سوال برانگیز است و میتونه سوالات بسیار زیادی را در پیرامون خود داشته باشه. پس لطفاً به عنوان زعیمی از کشور، به عنوان رئیس جمهوری از کشور که برای مردم وعده کردی، به وعده هایت عمل بکو. اون ایده ما مطمئن هستم که همه قوم پشتون ما خواهان از گپ نیست. بسیاری هایشان به حساب این مسئله را درک میکنه، حساس نیستند. یک تعداد معدودی که بسیار مفکوره نشنالیستی داره و بسیار تباری فکر میکنه، اینا سر رئیس جمهور فشار میاره. لطفا رئیس جمهور اونا را باید با استدلال قوی خود باید قناعتشان را
حاصل بکنه و بگذاره که یک قانونی تصویب شوه که او به درد همه مردم افغانستان بخوره و همه مردم افغانستان نسبت به او خوشبین باشه و از او نفرت و انزجار نداشته باشه. تشکر از حضور شما آقای سید نادرشاه بحر عضو مجلس نمایندگان، آقای الکبر جمشیدی سناتور پیشین و آقای سید جمال خورشید آقای سیاسی از حضورتان در این بحث. و از شما بنده های گرامی هم سپاسگزار هستم که تا این دم با ما همراه بودید. بقیه وقتتان خوش. خداوند نگهدار.